دوستان عزیز، برنامه پرشین هندیمن رو میبینید و امروز میخوایم با هم طریقه تمیز کردن و اصولاً طریقه نگهداری یک اینورتر جوشکاری رو با همدیگه یاد بگیریم. در ضمن همچنین شما رو میخوام با قوی ترین اینورتر 200 آمپر IGBT بازار ایران آشنا بکنم. یک طراحی بی‌نقص، قدرتمند و فوق‌العاده. در مورد برندش چیزی نمیگم چون دیگه الان به این کیفیت و به این خوبی محصولاتش رو تولید نمیکنه. دستگاهی که الان میخوایم با هم تمیزش بکنیم 8 IGBT داره، IGBT های 40N60، IGBT هایی از برند بسیار معتبر فیرچایلد. متاسفانه دیگه الان شرکت های داخلی کمتر از این IGBT های قدرتمند و معتبر استفاده میکنن و رفتن سراغ IGBT های ارزون قیمت چینی مثل برند سیلان. اما بریم سراغ تمیز کردن دستگاه. برای تمیز کردن یک اینورتر اول از همه شما نیاز به فشار باد دارید و دوم نیاز به یک فرچه. جنس فرچه‌تون هم حتما باید نرم باشه. برای فشار باد بهترین انتخاب کمپرسور هوا با فشار تنظیم شده بر روی 5 PSI هستش. اگر فشار باد زیاد باشه به این قطعات صدمه وارد میکنه. اگر هم کمپرسور باد در دسترس نبود از دمنده و بلوور استفاده بکنید. موقع تمیزکاری به چند قسمت باید بیشتر توجه بکنید. اول قسمت هدسینک دستگاهتون هستش و دوم خود فن هستش. این دو قسمت رو باید کامل تمیز بکنید به این صورت که اول باید باد بگیرید. اگر تمیز نشود خیلی با دقت و خیلی با حوصله با کمک یه فرچه نرم عملیات تمیزکاری رو ادامه بدید و بعد در نهایت هم باید حتما دوباره باد بگیرید. کف دستگاه هم خیلی خاک جمع میشه. موقع تمیزکاری حتما ماسک و عینک ایمنی استفاده بکنید. ترجیحاً روی سرتون رو هم بپوشونید. اما نکته بسیار مهم دیگه‌ای که ندیدم جای بهش اشاره بشه در مورد خمیر سیلیکون هستش. ببینید دوستان عزیز، من الان دوربین رو جلو میارم تا شما نزدیک ببینید. زیر IGBT ها و زیر دیود ها به خمیر سیلیکون آغشته شده. ببینید این ماده سفید رنگی که دور IGBT میبینید خمیر سیلیکون هستش. کار خمیر سیلیکون این هست که برای اینکه IGBT ها و دیود ها خنک بشن باید گرمایشون رو به هدسینک منتقل بکنن. منظورم از هدسینک همین رادیاتور آلومینیومی هستش که IGBT ها و دیود ها بهش پیچ شدن. گفتیم که IGBT ها و دیود ها برای اینکه خنک بشن هنگام کار باید گرمایشون رو به هدسینک منتقل بکنن و خمیر سیلیکون این کار رو تسهیل میکنه. یعنی باعث میشه که گرمای IGBT ها و دیود ها به راحتی به هدسینک منتقل بشه. وقتی که گرما به هدسینک منتقل میشه همزمان فن هم کار میکنه، هوا رو به داخل میکشه و هدسینک رو خنک میکنه. به این شکل این پروسه همش در حال تکرار هست و وقتی که شما دارید کار میکنید دیگه IGBT ها و دیود ها داغ نمیکنن. مشکل اینجاست که بعد چند سال این خمیر سیلیکون که بهتون نشون دادم خشک میشه و کارایش رو از دست میده و دیگه دستگاهتون مثل سابق توان نداره و دیوتی سایکل دستگاهتون شدیداً کاهش پیدا میکنه. اگر وارد هستید خودتون و اگر هم وارد نیستید دستگاه رو ببرید پیش یک تعمیرکار ماهر و ازش بخواید که این کار رو انجام بده و خمیر سیلیکونتون رو تعویض بکنه. کار به این صورت انجام میشه که این روپوش‌های دیود و IGBT ها باز میشه، خمیر سیلیکونی که در زیر آغشته شده کاملا پاک میشه و خمیر سیلیکون جدید آغشته میشه و این روپوش‌ها دوباره بسته میشه. اگر دستگاهی دارید که چند سال دارید ازش استفاده میکنید بهتون قول میدم که اگر این کارو انجام بدید توان دستگاهتون دوباره این روز اول میشه. بریم که تمیزکاری رو انجام بدیم. ترجیحاً از این نازل بلند استفاده میکنیم. برای تمیزکاری داخل هدسینک نازل رو از بغل هدایت میکنیم جوری که مسیر باد هدسینکمون رو تمیز بکنه. اگر این کار رو درست انجام بدید باید فنتون حرکت بکنه. خب دوستان عزیز، دو قسمت رو خدمتتون عرض کردم که بسیار مهمه هنگام تمیزکاری. یک مورد قسمت هدسینک بود و دیگری قسمت فن. بعد بادگیری اولیه میبینیم که ابتدای هدسینک تمیزه. حالا بریم انتهای هدسینک رو ببینیم که دقیقاً در مجاورت فن قرار داره.
همونطور که میبینید این قسمت مجاورت فن قرار داره و آلودگی بسیار زیاده، جوری که با بادگیری معمولی پاک نشد. این قسمت از هتسینک رو حتما باید با شد تمیز کنید و در نهایت دوباره بادگیری بکنید. بعد اینکه کار بادگیری تموم شد، باید پایه تک تک قطعات رو بررسی بکنید. من چون همیشه داخل دستگاه رو تمیز میکنم، داخل دستگاه خیلی خاک نمیگیره، اما بعضی مواقع شما دستگاهایی رو میبینید که یه بند انگشت توش خاک نشسته. در اون مواقع باید تک تک قطعات رو بررسی بکنید تا مطمئن بشید که بین پایه ها خاکی جمع نشده باشه، خاک، براده آهن یا هر نوع آلودگی دیگه جمع نشده باشه. چون اگر آلودگی بین پایه قطعات پاک نشه، کمی رطوبت باعث ایجاد اتصال کوتاه و آسیب شدید به دستگاهتون میشه. پس هر جایی که نیاز بود با کمک فرچه بین پایه قطعات رو پاک میکنید و دوباره باز کار بادگیری رو انجام میدید. آخر کار هم باید بازرسی نهایی رو انجام بدید. یعنی چی این کار؟ یعنی باید تک تک این کانکتورهایی که در روی دستگاهتون قرار داره رو بررسی بکنید. شاید در طی مدتی که شما از این دستگاه استفاده کردید و درب دستگاه بسته بود، این کانکتورها و پایه‌ها شل شده باشه. اگر کانکتورها شل بودن، با کمی فشار کانکتور رو در جای خودش هدایت میکنید. این عمل بسیار مهمه، چون خیلی از مواقع کانکتورها شل میشن، یا اصلا هنگامی که دارید شما باد میگیرید دستگاهتون رو، موقع بادگیری کانکتور شل میشه. اینا رو پس دقت بکنید. کار آخری که باید انجام بدید بازرسی نهایی دستگاهتون هست. وقتی که مطمئن شدید همه چیز اوکی هست، اون زمان درب دستگاهتون رو میبندید رو دستگاه رو پیچ میکنید. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. اگر سوالی یا تجربه‌ای در مورد برنامه امروز دارید، یادتون نره حتما کامنت بکنید تا دیگر دوستان هم از تجربه شما استفاده بکنن. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.